محکومیتی برای ایمانداران به ایسای مسیح وجود ندارد. دوست خوب من، بسیاری از ایمانداران به عیسی مسیح حتی بعد از ایمانشون به وی، همچنان خودشون را در اسارت تلخ و دردناکی اسیر نگه می‌دارند. در اسارت باور دروغهای شیطان بعضی از عزیزان ایماندار به عیسی مسیح در زنجیر اسارت این گونه دروغ شیطان باقی میمونند که تو لیاقت نجات و بخشش خداوند را نداری بعضی دیگه از ایمانداران به عیسی مسیح هم در زنجیر اسارت دیگه ای از دروغهای شیطان باقی میمونند در اسارت این گونه دروغ شیطان که زندگی گذشته ی تو پر از گناه بوده حالا چطور انتظار داری تا خداوند از تو استفاده کنه؟ اما عزیزان وقتی ما کلام خدا را با دقت مطالعه می کنیم زود یاد می که خداوند با این گونه طرز فکر و باورهای غلط به وضوح برخورد نموده و اونها را کاملا رد می یک نمونه بارز و قابل فهم در ارتباط با این موضوع بسیار مهم را ما در کلام خدا در کتاب رومیان فصل 8 آیات یک تا چهار مشاهده می کنیم. پولس رسول نویسنده ی کتاب رومیان در فصل هشتم و آیات یک تا چهار چنین می فرماید. بنابراین چون به عیسی مسیح تعلق داریم هیچ محکومیت و مجازاتی در انتظار ما نیست زیرا قدرت حیات بخش روح القدس که به لطف مسیح به ما عطا شده ما را از سلطه گناه و مرگ آزاد کرده است در واقع ما با دانستن احکام مذهبی از چنگال گناه نجات پیدا نکردیم زیرا قادر به رعایت آنها نیستیم به همین علت خدا طرح دیگری برای نجات ما تهیه دید او فرزند خود عیسی مسیح را در بدنی مانند بدن انسانی ما به این جهان فرستاد با این تفاوت که بدن او مثل بدن ما تحت سلطه گناه نبود او آمد و جانش را در راه آمرزش گناهان ما قربانی کرد تا ما را نیز از سلطه گناه آزاد سازد پس حال قادریم احکام و دستورات خدا را اطاعت کنیم زیرا انان زندگی ما در دست روح خداست نه در دست طبیعت کهنه و گناه آلود ما آمین دوست خوب من لطفا به این نکته بسیار مهم توجه بفرمایید وقتی عیسی مسیح یعنی یگانه نجات دهنده ما بالای صلیب جان خود را داوطلبانه به جای ما فدا نمود بار سنگین تمام شرمندگی ها و گناهان گذشته، حال و آینده را از دوش ما برداشت. با این کار خود عیسی مسیح ما را در نظر خداوند عادل یعنی آری از هر گونه گناه گردانی بنابراین این گونه افکار غلط که تو لیاقت نجات و بخشش خداوند را نداری و یا زندگی گذشته تو پر از گناه بوده حالا چطور انتظار داری تا خداوند از تو استفاده کنه دیگه به هیچ یک از ایمانداران به عیسی مسیح تعلق نداره عزیزان این دروخ های شیطانه او با مکر و مهارت خاصی در فریب و آلوده ساختن افکار و ایمان ما نسبت به محبت خداوند دائما سعی در انحراف تمرکز و یادآوری گذشته به ما را داره بله همان گونه که عرض شد تلاش اصلی شیطان اینه که با دروخ جورواجور جور خودش هر طوری شده به ما بقبولونه که ما لیاقت نجات و آمرزش خداوند را نداریم و یا ما بیورزه هستیم و قادر به انجام هیچ خدمتی برای خداوند نیستیم و دیگه اینکه زندگی گذشته ی تو پر از گناه بوده حالا چطور انتظار داری تا خداون از تو استفاده کنه؟ با مطالعه کلام خدا به خوبی یاد میگیریم که اینها های محض شیطانی هستند. حقیقت اینه که بعد از ایمان قلبی به عیسی مسیح تمامی گناهان ما بخشیده شده خداوند ما را به فرزندی در خانواده الهی خیش برگزیده و بسیار دوست داره دوست خوب من کلام خدا در ضمن این که به ما یاد میده ما چطور میتونیم از فیض و بخشش خداوند در ایمانمان به عیسی مسیح برخوردار بشیم درس بسیار مهم دیگری را هم یاد میده این درس که پاداش و مزد هر بی ایمان به عیسی مسیح مرگ است عزیزان این نکته مهم را ما با مطالعه کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 36 یاد میگیریم. این آیه میفرماید خدا کسانی را که به فرزند او ایمان آورند نجات می دهد و زندگی جاوید نصیبشان می سازد. ولی کسانی که به او ایمان نیاورند و از او اطاعت نکنند هرگز به حضور خدا راه نخواهند یافت بلکه گرفتار خشم او خواهند شد آمین عزیزان در ارتباط با این نکته حیاتی باز پولس رسول در رومیان فصل 6 آیه 23 می‌فرماید زیرا هر که گناه کند تنها دست مزدی که خواهد یافت مرگ است اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد پاداش او از خدا زندگی جاوید است آمین دوست خوب من هر کسی که از گناه دست نکشه و به عیسی مسیح به عنوان یگان منجی و خداوند خود ایمان نیاورد حتما این مزد را دریافت خواهد نمود مزد و پاداش آنها مرگ و جدایی ابدی از خداوند است اما خدا را شکر به خاطر رحمت، محبت و فیض خداوند برای انسان گناهکار رحمت، محبت و فیض بینظیر خداوند برای هر انسان گناهکار در آمدن عیسی مسیح به این جهان آشکار شد و به اثبات رسید آری به راستی که هیچ محکومیتی در انتظار کسانی که عیسی مسیح را به عنوان خداوند و منجی خود برگزیده اند نیست. چون که مجازات تمامی گناهانی که هر ایماندار به عیسی مسیح می بایستی شخصا می پرداخت عیسی مسیح داوطلبانه به خاطر محبت بیمانندش برای ما یک بار برای همیشه هم تماماً بر روی سلیب جلجتا پرداخت نمود حال ما در ایمان و اطمینان به فداکاری و پرداخت تاوان تمامی گناهانمان توسط عیسی مسیح بر روی صلیب می توانیم بدون هیچ ترس و شرمندگی در مقابل خداوند حاضر شویم دوست خوب من به خداوند و کلام او ایمان داشته باشید و دروغ های شیطان را از خود دور نمایید به یاد داشته باشید که فرزندان خداوند زیر پوشش فیض و محبت پدرانه او در محافظت الهی به سر می برند. عزیزان از شما دعوت می کنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او گفتگو کنیم. خداوند از تو سپاس گذارم که از من در برابر دروغ شیطان محافظت می کنی. خداوند از تو سپاس گذارم که در ایمانم به عیسی مسیح مرا از سلطه گناه و مرگ آزاد نموده ای. خداوند از تو سپاس گذارم که یگان فرزندت عیسی مسیح را برای نجات من از سلطه گناه و جدایی ابدی از خودت به این جهان فرستادی خداوند از تو سپاس گذارم که با روح مقدست روح القدس در من زندگی می کنی و انان زندگی من را در اختیار داری خداوند از تو سپاس گذارم که در ایمانم به عیسی مسیح به من حیات ابدی در بهشت در نزد خودت را عطا فرموده ای خداوند از تو سپاس گذارم که از من در پوشش فیض و محبت پدرانت محافظت می کنی خداوند به من کمک کن تا فریب دروغ‌های شیطان را نخورم خداوند من زندگیم را به تو تقدیم می کنم از من برای جلال نام خودت در اراده الهیت استفاده کن در نام عیسی مسیح دعا می کنم آمین